مهمان امروز آقای احسان خنامان هستم. معرفی میکنم مهمان امروز رو خدمتتون. ایشون یکی از هنرمندان تاثیرگذار در دنیا با چشم‌اندازی از همبستگی و صلح که از طریق هنرشون امید رسیدن به روزی رو که جهانیان شاهد صلح بر روی این کره خاکی باشن رو زنده نگه میدارن. ایشون 2000 اثر زیبای نقاشی آفریدند که در واقع در هر دو طرف تابلو نقاشی شده و بعد با در کنار هم قرار دادن این 2000 اثر یک تابلوی زیبا که نماینگر هارمونی، همفازی، وحدت و همسویی تمامی نقاشی ها هست به وجود آوردن. ایشون به مدت 20 سال نقاشی های درو رو در 42 اینچ در کنار هم قرار دادن و یک تابلوی زیبا به ابعاد 175 فیت در 142 فیت رو آفریدن که در یک طرف اون کبوتر سفیدی دیده میشه که شاخه درخت زیتون در منقارش هست به نماد داستان حضرت نوح و کبوتری که شاخه درخت زیتون رو به منظره آرام شدن سیل و طوفان و صلح بر کره زمین به کشتی برگردوند و این کبوتر به زیبایی در وسط علامت صلح جهانی پیس ساین قرار داده شده. برای عزیزانی که شاید با پیس ساین آشنا نباشن و از اونجا که برنامه رادیو هست، پیس ساین دایره هست با یک خط عمودی در وسط دایره و یک حرف وی وارونه در پایین دایره. اما در طرف دیگر این تصویر 175 در 142 فیتی یک قلب بزرگ که بر روی کره زمین مشاهده میشه با یک علامت اینفینیتی، علامت بی نهایت در قلب این کره خاکی. البته هر یک از این 4000 تصویر هم زیبایی و پیام خاص خودش رو داره که باز بیشتر در رابطه با این صحبت خواهیم کرد. خوش آمد میگم خدمت شما آقای احسان خنامان و واقعا باعث افتخار بسیار جالب این اثری رو که شما آفریدید. ممنونم، خیلی ممنون دوی جان عزیز. مرسی که از اینکه منو دعوت کردی، من در خدمتتون هستم. خیلی هم خوشحال شدم که در این لحظه با هم در قرار گرفتیم. ممنونم احسان جان. فکر میکنم با این توضیحی که من دادم از همچین اثری 14000 نقاشی که تونسته یک تابلوی دو طرفه رو، یعنی هر طرف شامل 20000 نقاشی هست و بعد این صلح و از هارمونی و اتحاد بین دنیا نشون بده، مخصوصا تو این زمانی که الان هستیم که داره اصلا جنگ جهانی سوم به نوعی ممکنه که شکل بگیره، امیدوارم که نه، ولی به هر حال در دوران جنگ و ناآرامی ها هستیم، این نقاشی رو کجا میتونن عزیزان بیان ببینن، این اثر رو در واقع؟ دبی جان خیلی ممنون که خیلی قشنگ توضیح دادیم. من اصلا دیگه ندارم چیزی ندارم بگم، اینقدر قشنگ همیشه توضیح دادیم، خودم خیلی لذت بردم. 4000 تا تابلو هستش، یعنی 2000 تا از جلو، 2000 تا از عقب. بله. در واقع 2000 تا تابلو هست. من اینجا یه گالری توی لگونه نیگل توی ساوت اورنج کانتی، اینجا نزدیک 10 سال اونجا هستم، توی این 20 ساله فعالم بودش که این 2000 تا تابلو رو تشکیل بدم. به اواخر کار رسیده شده، همه رو خودم با دست خودم کشیدم میشون توی این 20 ساله و دوستان میتونم بیان توی گالری تو لگونه نیگل. تو وبسایت خودم تمام اطلاعاتش هستش، وبسایتم خیلی راحت www.ehsan.art، به جای ehsan.com ehsan.art ART هستش. خب از طریق سوشیال میدیا هم فکر میکنم دوستان اگر علاقمند باشن بتونن شما رو فالو بکنن و آثار شما رو ببینن. سوشیال میدیاتون هم اگر که همینجا اعلام بکنین ممنون میشن. سوشیال میدیا من هستش Visions by Ehsan. V-I-S-I-O-N-S by B-Y Ehsan. Visions by Ehsan هستش. همه سوشیال میدیا رو سرچ کنین، اینستاگرام گرفته فیسبوک تا تویتر و لینکدین، همه جا هستم. بسیار عالی. خب حالا که اسم سوشال میدیا هست Visions by Ehsan، ویژنتون چی بود؟ 20 سال پیش چطور شد که تصمیم گرفتین یک اثر اینچنینی رو خلق بکنین که نماینگر صلح باشه، صلح جهانی؟ من خدمت حضورت عرض کنم که من داره سوئد هستم، پدر مادر ایرانی،
باعث افتخار هستش که اصلا ایرانی فرهنگ بزرگ شدم، ولی تو سوئد به دنیا اومدم. 18 سال اول تو سوئد بودیم. 5 سالگی، این احسان 5 سالگی، پدر مادرم میگن که احسان بیا بلنشیم بریم خونه مام بزرگ با بزرگ تو ایران. من 5 سالگی میریم اونجا تو ایران. بعد یکی اون شبا یادمه که با اون سن کوتکی یورگه خواب بیدار میشیم، میریم بالای پشت بون، داریم میبینیم هواپیمای عراقی دارن بمبارون میکنن شهر رو. کجای ایران بودین شما که هواپیما دیدین؟ من تو تهران، ما خودمون کرمان بودیم، ولی تو تهران من این حادثه رو زیاد دیدم. تو کرمانم یادمه هواپیما عراقی از اونجا داشتن رد میشدن، بعد بمبارون و اصلا اون لحظات تلخ و من قشنگ حادثه یادم میاد. بله. من خدمت رو عرض کنم که با اون حادثه تلخ، اون کودک کوچک که احسان کوچولو بود، همش برای سالانگیز شد که داستان چیه، این جنگ و کشتار اصلا از برای چیست، چرا اینقدر داره تکرار میشه. همینجوری که بزرگتر و سنم یکم بالاتر رفت که نزدیک 20 سال خورده ای بودم و نزدیک 18 سالم بود و اینا، برام همش سوال شد که چرا تاریخچه انسان از اون اولی که ما میشناسیم آشنایی داریم تا الان همش جنگ و کشتار و بمبارون همینطوری تکرار شده که همین امروز هم داره همینجوری، دوباره همین چند هفته پیش داره میبینیم توی میدل ایست، توی طرف اسرائیل و فلسطین، و داره دوباره این یه جنگ جدیدی داره اتفاق میافته و چقدر آدم ها دارن کشته میشن از این بابت و چقدر ما خود ایرانی ها ویکتیم همچی داستانی هستیم. هممون به یه نوع این تجربه کردیم و خیلی نزدیکان خودشون رو دست دادن و خیلی به هر حال با این داستان. من از اون طرفم خوب جوان بودم، الان از 42 سالمه، 20 خورده‌ای بودم. تنها چیزی که واقعا علاقه داشتم کار هنری بود، تنها کارم خوب بود هنر بود، ولی همیشه تو معنویت و سوال‌های عمیق‌تر برام خیلی جالب بود، خیلی سوال می‌کردم. و از اون طرف تاریخ انسان رو تا الان نگاه میکنیم چقدر ما پیشرفت کردیم ماشاءالله، چقدر همین که از طریق رادیو، این تکنولوژی رادیو یا اینترنت یا اصلا صنعت، حالا AI هست، ماشین، اصلا هر چی نام ببرین، اینقدر ما پیشرفت کردیم. ولی از اون طرف، از اون اول تاریخ تا الان هنوز کشتار و جنگ و این همینطوری، هیچ پیشرفتی آنچنانی هم نشده، گرچه که خب میتونیم تا یه حد امتیاز بدیم، ولی من به اون صورت نگاه میکنم داره جنگ اتفاق میفته. دیگه فقط اسلحه ها هم با تکنولوژی پیشرفت کرد و همچنین مدرن تر شده و قوی تر شده، وگرنه جنگ همون جنگه، به جای شمشیر از تفنگ استفاده میشه. چه حتی هم که الان نیوکلیر ریس میگن، الان با بمبای اتمی دارن رقابت میکنن کشورها. با این داستان گفتم بی خیال، چرا ما همه میتونیم عمیق داستان بریم، اتفاقا هم جوابای برام عمیق هم برام اومد، افسرده ترم شدم، گفتم اصلا بی خیال، چرا چه فایده. آیا سوالی که برای من خیلی مثبت بود، سوال عمیق تری کردم، آیا راه حلی هست که انسانیت به جایی برسه بتونه تو این مطلب پیشرفت بکنه و اون چیست و اون چجوری میتونیم به اون نقطه عطف برسیم؟ جواب برای من خیلی از قلبمون مثلا رجوع میکنیم، میبینیم که ما همه یک هستیم، یک خانواده هستیم. با این سوژه که ما همه یک خانواده هستیم، گرچه که من ایرانی باشم، مسلمان باشم، مسیحی باشم، آمریکایی باشم، جویش باشم، در هر مکانی باشم، در هر کشوری باشم، زن باشم، مرد باشم، در هر طبقه‌ای باشم، ما همه یک هستیم، ما همه یک خانواده هستیم. واقعا اینو ما اصلا با این نقطه حیاتی قلبمون وارد این دنیا شدیم. حالا اون بگو اون فلسطینی، اون اسرائیلیه، یا اون مسلمونه، یا اون آدم بده، یا آدم خوبی، همه با این وارد این دنیا شدیم. این خیلی برام گویا بود، خیلی روشن بود. حتی هم با اون ذهن خودمون خیلی بعد استدلال بیاریم، از هم از ذره استدلال هم رفتم جلو، گفتیم آیا بذار فرض کنیم که آدم فضایی وجود داشته باشه، شاید باشه چه نباشه، حالا مثلا
دارن حمله میکنن به دنیا. اگه حمله میکنن به دنیا، آیا فلسطین و اسرائیل و چه میدونم الان یوکرین و روسیه یونایت میشن، اتحاد برقرار میکردن، یا با هم دیگه داشتن میکشن؟ برای خیلی روشن شد که نه، بازم برمیگردیم با استدلالمون، هم ما همه یک میشیم. با این سوژه 9/11 اتفاق افتاد. یادم 2001 ما همه تو آمریکا که بودیم اتفاق دیدیم. اولا فکر میکنم هالیووده، بعد نه واقعا خواب نیست، فیلم نیستش، اتفاق داره اتفاق میفته. بعد دیدم داره حمله میکنه به جنگ عراق و به اسم دموکراسی و این داستانا. برای من روشن بود با جنگ آدم بیش از صلح نمیرسه، به دموکراسی هم اونجوری به جایی نمیرسه. هی همینطور آدم مثل که نفت میریزه تو آتش، بیشتر و بیشتر شعلش بیشتر میشه. گفتم من خودم به عنوان یک انسان، یکی از 8 بیلیونی که هستیم، 7.888 بیلیونی که الان تو دنیا هستیم، من چی کار میتونم بکنم؟ و دیدم که اون چیزی که واقعا علاقه دارم به صورتی اجراش بکنم که for the highest good of all، برای همه مثبت باشه، نه تنها برای خودم باشه، برای تمام محیطمون. با این سوژه شروع کردم این پیغام یگانگی را به صورت طرح نقاشی. 20 ساله دارم کار میکنم، از 10 سال اول اصلا از تو کاراج پدر مادرم شروع کردم. اینا اینقدر دیدن که من همینجوری پشتکار هستم، روزی 17-18 ساعت دارم کار میکنم فول تایم. اینا خودشون حمایت کردن، پدرم گفت بابا ولش کن بذار ادامه بده. منم خب بک‌گراند هنر نقاشی استعدادم زیاد بوده، تو مدرسه همیشه نمرم خوب بوده، بعد همینجوری بهم الهام میشه چجوری اینو، خودم هم نمیدونستم چیکار میکنم، ولی میدونستم که فقط 2000 تا تابلو میشه. وقتی 2000 تا رو کنار یک هم آهنگی قرار بگیم، یک تابلو 17 طبقه میشه که خودش علامت صلح به وجود میاد. که وقتی که الان برای 20 سال که اواخر کار هستم، که همینجوری شما توضیح دادین که وقتی تمام این صورت‌های ابسترکت و تمام پرچم‌های دنیا همه یک بشن، بزرگترین تابلو صلح میتونیم درش ببینیم، یعنی 175 فیت یعنی 17 طبقه. بعد دیگه از پشتش هم که بزرگترین قلب دنیا، تابلوی قلب دنیا هم اتفاقا احتمالاً هستش که نقشش و بینشش اونجا شکل گرفته. این چیزی که شما توضیح دادین واقعا هم باور میکنم، نه اینکه بخوام سرکستیک باشم، واقعا باور میکنم که آدم 2000 تا تابلو رو پلوی هم بذاره، از یک طرف نقش کبوتر صلح و از طرف دیگه کره زمین با قلبش باشه، الهام باید شده باشه. و یه جورایی یاد واقعا همون کشتی نوح افتادم که الهام میگرفت که چطور این کشتی رو در کنار هم بذاره و بسازه. و فکر میکنم که واقعا این چیزی که شما الان ساختین یک نمادی هست از همین یگانگی که گفتیم، the oneness بهش میگن اصطلاحاً، the oneness، یا در مذاهب مثلا میگیم تن واحده، یا tree of life، درخت زندگی، درخت شجره فکر میکنم بهش گفته میشه، که همه اینها واقعا نماینگر این هستن که هممون اعضای مختلف یک تن یک هدف هستیم، باید همسو باشیم. و برام جالب بود که گفتین اگر که حالا از یک سیاره دیگه بهمون حمله میشه متحد میشیم، شاید واقعا همین چیز رو لازم داشته باشیم که بشه چود عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضفاران نماند قرار، بعد از خارج این درد بهمون وارد بشه که بتونیم درد هم دیگر رو بفهمیم. بشنویم بازم توضیحات شما رو، من نمیخواستم شما رو اینترابت کنم، فقط خواستم بگم چقدر جالبه که 2000 تا نقاشی پلو هم گذاشته بشه، از یک طرف نمای به این زیبایی کبوتر صلح و از طرف دیگه کره زمین قرار داده بشه. و واقعا یک الهامی هست که اگر افراد بیان و ببینن مطمئنم تحت تاثیر قرار میگیرن. لطف داریم. دو سال گذشته من درهای گالری رو باز کردم و دوستان با ایمیتیشن جواش جواش تازه داریم پرزنتش میکنن، میان تجربه میکنن، کار رو میبینن، دیتیلای کار رو میبینن، خیلی داستان داره، خیلی دیتیلای مختلف داره. و همونی که شما واقعا اینجوری گفتین واقعا یه الهام بوده. من خودم I do not take any credit، فقط من به عنوان وسیله استفاده کرده، گرچه که ما همه یه وسیله هستیم. ما خودمون فقط وصل بکنیم به اون اصل کاری خودش
راهنمایی میکنه. منم فقط تنها چیزی که واقعا اوپن بودم هنر نقاشی بود و وقت کردم، این اتفاق افتاده و ما اینو میخوام برای اولین بار ارائهش بدیم. یعنی تمام 2000 تا رو برای اولین بار دو حالت داره، مثل یک دیوار 17 طبقه میتونه مثل مجسمه‌شو میتونیم بسازیم. اون خب یه پروژه خیلی بزرگ عظیمی هستش که حتی مجسمه‌شو بسازیم، زیربناش میخوام یه سنتری درست کنیم که سنترش جایی باشه، مکان امن باشه، مثل یه گلوبال میوزیم، گلوبال ما، پروگرام هایی که داشته باشه که مردم رو بیاره کنار هم اینسپایر بشیم. پروموشن از کی تو اکسپت نیو کانسپت. ما الان داریم نگاه میکنیم که چقدر کانسپت های مختلف، از اون مثلا همین دموکراسی که اینجا داریم، از اون سوشال رایتی که داریم، الان مثلا همون ال جی بی کمیونیتی که داریم، پروموت هالیوود و میدیا و گاورمنت وقتی پشتیبانش کردن یه بارگی همچی سنوبال افکتی شد. و ولی متاسفانه داستان جنگ و کشتار و چیزا الان نگاه میکنیم هنوز هالیوود و میدیا و گاورمنت زیاد همراهی نکرده. آدمایی مثل شما هستن که این شجاعت دارن و میان این پیغامو بیشتر میخوان ابلاغش بکنن و منم به عنوان یه وسیله اینو آوردم ارائهش کردم. اینقدر که بزرگ باشه you can't miss it وقتی اینو برای اولی ما ارائهش بکنیم. یه راه حل دیگه هستش که اینا بتونیم ارائهش بدیم روی زمین 7 acre، میتونیم وصلش بکنیم، اینا رو همه رو نزد بریم، بینش تیما بینش بتونیم راه بریم. همینا رو من توضیح میدم توی گالری، دوستان میتونن بیان هم کارهای تابلو رو ببینن. تعدادی که اون فضای کوچکی که داریم میتونن 50-60 تابلوها رو ببینن، تجربه بکنن جایی که اصلا کار کردم. و همه من واقعا تنها راه رسیدن صلح جهانی که من واقعا اعتقادم اینه که نسل‌های آینده به نتیجه میرسن که باید به اون طرف حرکت بکنیم و به اونجا هم من ایمان دارم که میشه، حتما میشه. همونطوری که اینجا سلیوری بودش توی همین کشور آمریکا که ولی الان اوپرا وینفری و باراک اوباما یکی از بزرگترین موفق ترین آدم های آمریکا هستن. و همون a new concept needs پرورش، ایمان داره، آدم باید هی عقیده داشته باشه و بتونه پروموتش کنه. و image and art is an international language can make that social impact که اینم یک وسیله شده. 20 سال دارم کار میکنم، برای دیتیل های بیشتر دوستان میتونم بیان تجربهش بکنم. و کار آخر حرفم، میدونم صحبت بیشتر 20 دقیقه نمیشه کرد، ولی 7 بیلیون قطره میتونید در ریای صلح رو تشکیل بده. من یه دونه اون قطره هستم. بسیار عالی، واقعا درست میگین. 7 بیلیون قطره اگر که بفهمن که باید متفاوت باشن و در این تفاوت ها در کنار هم باشن، صلح برقرار میشه. موضوع اینه که ما برای تفاوت‌های همدیگه احترام قائل بشیم و حاضر باشیم که در کنار دیگران که از ما متفاوتن قرار بگیریم، باهاشون همسو و همفاز و همبستگی داشته باشیم. No matter what، همون جوری که یه زمانی تو تاریخچه خانواده ها پدر و خواهر و برادر و زن و اینا همدیگه رو یه موقع مثل حیوانات هم به نام همدیگه رو میکشتن، الان violence is unacceptable. violence and accept. و من ایمان دارم که انسان به جایی میرسه که میگه آقا violence is unacceptable no matter how much discipline is gonna happen and we need to mature on that topic. واقعا امیدوارم که خشونت در تمام دنیا متوقف بشه. همونطور که شما گفتین که کودک بودین و به خاطر اون صدای بمبارون و اتفاقاتی که بین جنگ ایران و عراق میافتاد چقدر تحت تاثیر قرار گرفتین، کودکان واقعا در جنگ بیشترین آسیب رو میبینن، حالا از هر طرفی که باشن. واقعا جای تاسفه که الان بیشتر از 40 بچه گروگان گرفته شدن. اصلا من نمیتونم بفهمم که چطور میتونن بچه 9 ماهه تا 12 ساله رو گروگان ببرن. ولی امیدوارم که به زودی خبرهای خوب بشنویم و صلح بیاد و سایه‌ای بندازه روی تمام دنیا. تا موقعی که ما زنده هستیم هم این صلح رو ببینیم انشاءالله. حتما. ممنونم از وقتتون که به ما دادین و توضیح قشنگی دادین راجع به اثر هنریتون. وقت من با شما به پایان رسیده. من باید از شنوندگان خواهش میکنم که با ما باشن. برای از دقایقی برمیگردم و مصاحبه خواهم داشت.